سقوط ترا به نفع کدام رمزارزها تمام شد؟ اکوسیستم ترون در بحبوحه کاهش اعتماد کاربران به بازار جهانی ارزهای دیجیتال در مسیر صعود قرار داره. گزارش‌ها حاکی از اونه که توکن بومی ترون TRX و استیبل کوین الگوریتمی این اکوسیستم یعنی USDD تونستن از سقوط اخیر بازار جان سالم به در ببرن. همراهان صفحه 333 سلام، با یه ویدیوی دیگه همراه شماییم. ازتون میخوایم قبل از شروع لطفاً به کانالمون سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. تو این ویدیو میخوایم ببینیم سقوط ترا به نفع کدام رمزارزها تمام شد. پس این ویدیو رو از دست ندید و همراه ما باشید. ماه می 2022 برای بازار ارزهای دیجیتال با ریزش سنگین و سقوط قیمت بسیاری از رمزارزها از جمله بیت کوین، اتریوم و از همه شدیدتر دلار ترا و توکن لونا همراه بود. پروژه‌ای که تا مدتی پیش جزء 10 پروژه با بیشترین ارزش کل بازار محسوب می‌شد، حالا تمام سرمایه‌گذاران خودش رو ناامید و سرمایه اونها رو نابود کرده. شبکه ترا پلتفرمی متن باز برای پرداخت بر بستر بلاکچین با استفاده از استیبل کوین های الگوریتمیه. استیبل کوین در حقیقت رمزارزیه که قیمت معادل یک دارایی واقعی رو به صورت خودکار دنبال میکنه. به عنوان مثال یک استیبل کوین معادل دلار همیشه قیمتی مساوی 1 دلار داره. به دنبال سقوط پروژه ترا، اکوسیستم ترون تونسته توجه سرمایه گذاران بسیاری رو به خود جلب کنه. در همین راستا، عرضه استیبل کوین USDD این شبکه تنها چند هفته پس از راه اندازی اون از 463 میلیون دلار فراتر رفته و این استیبل کوین به جمع 100 ارز دیجیتال برتر از لحاظ ارزش بازار پیوسته. همچنین حجم معاملات 24 ساعته این استیبل کوین با یک رشد 27% به بیش از 169 میلیون دلار رسید. در همین حال قیمت توکن TRX هم طی 30 روز گذشته بیش از 15% افزایش یافته. این در حالیه که در همون بازه زمانی بیت کوین یک افت قیمت 23% رو تجربه کرده. همچنین لازم به ذکره که بلاکچین ترون اکنون به جایگاه سوم فهرست برترین بلاکچین ها در بخش دیفای صعود کرده. طبق گزارش ها ارزش کل دارایی های قفل شده در شبکه ترون در یک ماه گذشته بیش از 24% افزایش یافته. برای مقایسه ارزش TVL بلاکچین اتریوم در همون مدت 36% کاهش یافته. بلاکچین ترون یک پلتفرم غیر متمرکزه و هدف ترون به وجود آوردن یک شبکه جهانی برای اشتراک گذاری مطالب رایگان در حوزه سرگرمیه. ترون تنها به دنیای سرگرمی محدود نیست، بلکه محتواهای رسانه‌ای و بالاتر از اون همه انواع محتوا رو پوشش میده. به عبارت روشن‌تر، ترون امپراتوری تولید محتوا در اینترنت فعلی رو هدف گرفته و به جنگ قول‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مثل فروشگاه اپل استور، گوگل پلی، یوتیوب، گوگل، فیسبوک و غیره رفته. تولید کنندگان محتوا در سراسر جهان بدون وابستگی به این قول‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی با کاربران به صورت مستقیم مرتبط میشن و بدون اینکه نیاز باشه باید و نبایدهای اون شرکت‌ها رو بپذیرن، از فعالیت خود و محتواهای تولید شده کسب درآمد می‌کنند. ترونیکس یا TRX ارز دیجیتال بومی بلاکچین ترونه. ترونیکس اولین بار در سپتامبر سال 2017 میلادی، زمانی که ترون تونست توسط عرضه اولیه موفق خود بیش از 70 میلیون دلار سرمایه اولیه جمع‌آوری کنه، ارائه شد. در اون زمان TRX توکنی بود که روی پروتکل ERC20 اجرا می‌شد. کمتر از یک سال و با توسعه بلاکچین ترون، این ارز دیجیتال شبکه اصلی خود رو ساخت و توکن ترونیکس از بلاکچین اتریوم به بلاکچین انحصاری ترون منتقل شد. ارز دیجیتال ترون توسط جاستین سان ایجاد شد. در کنار جاستین سان، لوشن چن وجود داره که در حال حاضر رهبر بخش فنی تیم ارز دیجیتال ترونه. ترون در کشورهای مختلفی شعبه داره و در مجموع حدود 100 نفر در این تیم فعالیت می کنن.
تیم پشتیبانی ترون از افرادی با تجربه تشکیل شده و همگی دارای سابقه های درخشانی هستند. پس از سقوط UST، جاستین سان استیک USDD رو با 40% APY ارائه میده. ترون کارآمدترین پلتفرم برای انتقال تتره. بدون در نظر گرفتن مبلغ تراکنش، $1 کارمزد دریافت میکنه. شایان ذکره که USDC تنها استیبل کوینیه که سقوط اخیر بازار رو بدون کاهش قابل توجهی پشت سر گذاشت. در همون زمان و پس از فروپاشی ترا USD، جاستین سان فاش کرد که استیبل کوین USDD میتونه با APY بیش از 2 برابری نسبت به USDT در پروتکل انکور استیک بشه. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. نظر شما در مورد سقوط ترا چیه؟ به نظرتون سقوط این رمزارز میتونه باعث رشد چه ارزهای دیگه ای بشه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو برامون کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.